ویدیو درست کردم که یک چیز خیلی خیلی جالبی که پیدا کردم رو باهاتون به اشتراک بذارم. تو این ویدیو میخوایم اول راجع متا مدل صحبت کنیم بعد در مورد یک آپدیت خیلی جالبی که میتونیم بهش بدیم و پیشنهاد که از دوستان بود و میتونیم تغییرش بدیم با هم صحبت کنیم ببینیم چقدر چیز جالبی رو بهمون به نشون خواهد داد. بریم و برگردیم با هم همراه باشین ویدیو جالب خواهد. سلام دوستان امیدوارم حالتون خوب باشه بردیو هستم از آکادمی گنج میخوایم بریم با هم یک نگاه دیگری داشته باشیم به سایکل ها و البته یک نگاهی داشته باشیم به دیسکورد ممکنه بپرسید دیسکورد کجاست دیسکورد کانالیست که توی آکادمی گنج داریم با هم صحبت میکنیم دوستان میان نظراتشون رو می‌ذارن ترید هاشون رو میذارن و خلاصه با هم مباحثه میکنیم گروهی است که اینجا هستیم شما هم میتونید بیاین به ما ملحق بشیم برین داخل سایت اون پایین علامت دیسکورد رو بزنین و به اینجا ملحق بشیم اما 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 داستان چیه داستان اینه که ما متامدل رو داشتیم همه یادمون هست کاری که می میکرد خیلی کوتاهش رو میخوام بگم طولانیش رو میتونید توی لیست ویدیوهای متا مدل این بالا و پایین ببینید کاری که میکرد چی بود کاری که میکردیم بود که آقا فاصله بین دو تا هوینگ یا کلا هر بازه زمانی رو برمی داشت نمودار رو برمی داشت کپیش میکرد و شیفتش میداد به چپ و راست یک دو از لازم قیمتی به بالا و پایین شیفت میداد و میکشیدش اگر لازم بود خب پس به چپ و راست فقط شیفت دادن رو داشتیم به بالا و پایین هم شیفت دادن هم تغییر اندازه کش دادن خب پس این رو داشتیم و اینجا داریم میبینیم که چیکار کرده بودیم گفته بودیم که آقا ما اینو ب... به قدری شیفت دادیم که روی میت سایکل شیک اوت الان بشم رو... روی هم روی هم بیفتن و اتفاقی که افتاده بود این بود که با ما کمک کرد که این موج اول رو شناسایی بکنیم در تشخیص موج دوم انتهای موجش سعودی رو خوب تشخیص داد اما ریزشش رو خیلی نه شاید بشه گفت از نگاهی که آقا عمقش رو درست تشخیص داد زمانش کش اومد اما به حال اونقدری که انتظار داشتیم دقیق نبود این قابل پیش بود چرا عقب تر که نگاه میکنیم میبینیم که متا مدل چیزی که متا مدل اینجا داره نشون میده خیلی در واقع دیرتر اتفاق میفته نسبت به چیزی که خود قیمت در سال 2020 به ما نشون داد و اینجا که میاییم میبینیم که یه ذره قضیه بر... برعکس شده این یعنی چی این یعنی اینکه مدل نیاز داره که کش بیاد از لازم زمانی خب اگر از لازم زمانی کش می اومد هم اینش میافتاد اینجا هم این اتفاقاتی که در واقعیت امسال بیشتر دارن طول میکشن نسبت به چهار سال پیش و هشت سال پیش بیشتر با هم الاین می شدن اما خب چطور میتونیم این کار بکنیم یه راهش اینه که بریم کدوم مدل رو عوض بکنیم اون راهش هست اما میخوام یک راه خیلی ساده تر نشون بدم خودتون هم میتونید که روی نموداراتون این کار رو انجام بدین نمودار من وقتی تموم بشم این نمودار رو از صفحه خالی میخوایم شروع کنیم درست کردنش وقتی تمام بشم در دسترس خواهد بود برای دوستانی که متامدل رو گرفتن یه لینک صرفا اضافه میشه به همون صفحه که متا مدل رو ازش استفاده کردن و میتونن این رو هم داشته باشیم خب چی داریم اینجا چیکار میتونیم بکنیم اول از همه چی داریم نقاط هاوینگ رو داریم نقاطی هستن که واقعی هاوینگ اتفاق افتاده مقدار جایزه ماینر ها نصف شده در مورد این صحبت کردیم که شوک ارزه ایجاد میکنه و بحث های فاندامنتال خودش تو چه روزهایی بودن یکیشون در 28 نوامبر 2012 بود یکیشون 9 جولای 2016 و آخریش هم می 2020 روز 11 هم. خب کاری که متا مدل میکنه چیه من ابزاری رو جلسه پیش معرفی کردم ابزار بارز پترن کافی اینجا رو باز بکنید و گزینه چارت مونده به آخر بارز پترن رو انتخاب بکنید کاری که میکنه چیه کاری که میکنه اینه که من کمی زوم بکنم اینجا میاد و از مثلا تاریخ 28 نوامبر بهش میگیم که تا تاریخ 9 جولای بردار یه کپی برامون بگیر از این نمودار آبی رنگ یه کپی سیاه رنگ گرفته و این کپی رو میتونیم چیکار کنیم میتونیم جابجاش کنیم یه جورایی همون کاری که متامدل میکرد یه کمی با دقت کمتر کاری که متامدل میکرد اینه که بالا و پایین میبردش به نوعی شیفتش میداد و البته گم نمیشد و خلاصه اون کار رو هم میتونیم تا حدی با اینجا انجام بدیم اما اگر این رو دقیقا بذاریم این اولش یعنی بیایم اینجا زوم بکنیم با دقت بالا میگم با دقت بالا درست میکنم چون میخوام براتون بمونه اگه با دقت بالا بذاریمش روی 9 جولای و روی همین قیمت اولیه میبینیم که ساختار نسبتا یکسانی داریم میبینیم اینجا اینجا بر حال بول مارکت اینجا بول مارکت بعدش میریزه اینجا یه ریزش گنده داره اینجا هم یه ریزش گنده داره خیلی شبیه همن ولی تطابق ندارن رو هم به نظر میاد که اگه میتونستیم یه ذره بکشیمش خیلی خوب میشد دیگه اما سوالی که پیش میاد اینه که آقا ما داریم ریاضی کار میکنیم چقدر بکشیمش آیا بکشیم تا هاوینگ بعدی خب اینجوری اگه باشه نمیتونیم برای سال بعدش برای چهار سال بعدش این کارو بکنیم چیکار کنیم دو برابرش کنیم یک کنیم برابرش کنیم آیا حسی این کارو کنیم میخوام یه راهی بهتون نشون بدم و این راه ایده من نیست و کلا این داستان ایده من نیست ایده دوستانمونه که در در واقع دیسکورد مطرح کردن که گفتادن آقا اصلا امکانش هست که ما بکشیم این زمان رو یا نه و همچنین راهی پیشنهاد دادن که با همین در واقع ابزار بارز پترن و البته فیبوناچی زمانی این موضوع رو دستی بسازیم خب چیکار میکنیم میایم روی فیبوناچی زمانی من دوباره میام یه در واقع فاصله زمانی 28 نوامبر 2012 تا 9 جولای 2016 رو انتخاب میکنم از اینجا تا اینجا فیبوناچی زمانی هم هم فیبوناچی عادی فقط بشه که رو قیمت باشه روی زمان و میام واسه عدد تعیین میکنم میگم که آقا شما چه عددی به ما نشون بده به جای اینکه 68 و فلان رو بخوای 68 و اینا رو بخوای نشون بدی دو رو نشون بده دو برابر رو نشون بده 61 و 8 هم دو ممیز 61 رو نشون بده و دو ممیز 38 رو چه اتفاقی میفته؟ اولا اگر از اینجا این صفر باشد این یک باشد دو میشود کجا دو میشود دقیقا نقطه ای که همین الان این داره به پایان میرسه اوکی این دوه این صفر و یک خب دو سی و هشت کجا میشه دو سی و هشت میشه اینجا دو ماینس میشه این یکی خط و سه تا خط اضافه شد حالا کاری که میکنم خیلی ساده اینو انتخاب میکنم این در واقع نموداری که کپی کرده بودیم رو میکشمش از لحاظ زمانی جلو تا دقیقا روی دو مومه ۳۸ خب میتونم تا دو هم بکشم میتونی اینو بازی کنیم خودتون شاید عدد بهتری پیدا کنیم من دو مومه 8 فیبوناچی خیلی واسم جالب بود دقیقا مچ میشه به اینجا چه اتفاق خوبی میفته خوبی که میفته اینه که ما الان با اطلاعاتی که از سال 2013 داشتیم یعنی از فقط از اطلاعاتی که اینجا بود استفاده کردیم از هیچ اینجا استفاده نکردیم با استفاده از اطلاعاتی که اونجا داشتیم تونستیم یک پیش بینی خیلی جالب برای اینجا به وجود بیاریم که این قله رو دقیق نشون میده میبینید رفتار متفاوته ها ولی داره همون رو نشون میده در رو اینجا نشون میده زمان بندی رو داره درست نشون میده و قله رو تا تقریبا با دقت چند روز با دقت 4 5 روز داره دقیق پیدا میکنه پس دو ماه 38 فیبوناچی خیلی بهمون چسبید بیایم این کار رو یک بار دیگر تکرار کنیم من اینا رو پاکشون نمیکنم دوست دارم که باشن بذاریم باشن فقط این فیبوناچی رو پاک میکنم نشون بعدا میتونیم اضافه کنیم خب از یه فیبوناچی دیگه میکشیم بذاریم فعلا پاکش کنم گیجمون نکنه پس یه فیبوناچی دیگه میکشیم این بار از 9 جولای 2016 میخوام تا دقت روز دقیق باشه 9 جولای 2016 رو میکشیم تا 11 می 2020. و بله، چند تا اینجا و این فیباناشی دوباره تا خط به میده دو دو 38 و هشت حالا چیکار میکنیم؟ ابزار بارس پترن رو میگیریم دستمون میایم روی این اینجا دوباره 9 جولای 2016 رو انتخاب میکنیم و این انتها 11 می 2020 رو یه کپی سیاه رنگ به همون داد این کپی سیاه رنگ رو کپی میکنیم میاریم میذاریم اینجا خب چجوری دقیق میذاریمش روی 10 می یه ذره یه روز این برون بر 9 می دقیق شد تمام شد رفت الان کجا قرار گرفته؟ الان دقیقا وصل شده به نقطه دو حالا کاری که لازمه بکنیم اینه که یه کمی بکشیمش تا برسیم به نقطه دو مایز سی و هشت تمام شده رفت پس کپیش کردیم دو مایز سی و رو کشیدیم و چیز خی... جالبی که پیدا میشه اینه نکته جالبی که در این ناحیه پیدا میکنیم اینه در همین چند وقت چند ماه اخیر یک این قله رو ببینید و این قله رو تطابقشون روی هم رو میبینید خیلی جالبه این یکی قله محلی که نسبتاً ریزش بزرگی بود رو با این قله محلی میتونیم ببینیم دوباره از لحاظ زمانی اگر نگاه کنیم تطابق نسبتاً دقیقی میگیریم روی این قله حداقل روی وقتی که این خط روند شکسته شد و این خط روند شکسته شد دوباره نکته جالبی بود دوباره این رشد بزرگی که از سی هزار داشتیم تقریبا همزمان با این یکی رشدی که اینجا داشتیم از این کف اینجا متفاوت اوکی قرار نیست عینا یکی باشه ولی قرار نکات جالبی حداقل به هم بگه این ریزش اینجا در چل... چلو... چند چل هزار دلار با این ریزش اینجا تقریبا روی خطه با اختلاف دو سه روز خب و موج بعدی رو اینجا داریم میبینیم و ریزش نسبتا طولانیش این دومی که این پایین داشتیم همون اتفاقی که اینجا افتاد هفته پیش دو هفته پیش و انتظارات ادامه راه خیلی جالبه واقعا واسه من جذابه و صرفا برای اینکه این ویدیو رو کامل بتونیم بکنیم من یه دونه بارز پترن دیگه از اینجا کپی میکنم از سایکل یک میخوام بردارم تا اینجا اینا من رنگش رو قرمز کنم که قاطی نکنیمش با بقیه قرمز پر رنگ تر. بیاریمش روی سایکل سوم پس میاریمش میاریمش تا کجا تا اینجا تا قیمتش یه ذره دار میشه چون برحال خیلی بزرگتر بودین میدونیم چرا سا... سایز سایکل ها فرق میکنه حالا اگر این سایکل رو من بخوام بکشم تا دو ماه سی و هشت خب که خیلی شبیه چی میشد خیلی شبیه سیاه قبلیه میشد بیایم امتحانش بکنیم ببینیم اگر ببریمش تا دو ممیز شست و یک چه اتفاقی میفته خب دقت کنید یادمون باشه خط آوی رنگ سال 2020 و سال 2021 اتفاقی که الان داره میفته ولی کش, نیومده سیاه رنگ 2017 که کش اومده قرمز رنگ 2013 است که کش اومده در واقع 2012 و 2016 که کش اومده دوباره چی میتونیم ببینیم؟ دوباره چیز خیلی جالبی که دوباره میشه دید این ریزش اینجاست. میبینین این ریزش بزرگی که روی این خط قرمز هست و همزمانیش با این ریزش بزرگی که سال 2021 ابتدای سال, 2000، اوایل سال 2021 داشتیم این ریزشی که اینجا داشتیم. جالبه. دوباره این ریزش ها رو میتونیم ببینیم و شاید بتونیم شباهت های بیشتری رو ببینیم در ادامه راه. به این تا نمودار که نگاه بکنیم قله هایی که به ما از لحاظ زمانی کجان کماکان میخوایم فرض بکنیم که این سایکل های ادامه دارن به این شکل به شکل سایکل های کشم، کش آمده لینگتنینگ سایکلز و تاریخی که به ما انتهای ژانویه 2022 و 5 می ابتدای می 2022 هستش و خب این یه تاریخ جدیدیه تاریخی که نداشتیم و یک کمی جلوتر هست پس اینم یک اضافه شده جدید به متا مدل من رو سیو میکنم با دوستانی که متا مدل رو گرفتم به اشتراک میذارم میتونیم برین توی وبسایت همون جایی که لینک متا مدل رو داشتین کلیک می‌کردین، میتونیم بریم و این لینک رو هم بردارین و امیدوارم که لذت ببرید خیلی خوشحالم که اینجا بودین خیلی خوشحالم که با باهاتون به اشتراک گذاشتم واسه من خیلی جالب بود امیدوارم واسه شما هم همینقدر جالب بوده باشه مراقب خودتون باشین میبینمتون و خدا نگهدارتون باشه.